من خیلی میل دارم که از همه سازمان دهندگان این همایش، این کنفرانس سپاسگزاری بکنم. البته نام آقای دکتر محمد توکلی ترقی پیش از هر کس دیگری به ذهن ما میاد، خانم دکتر مینا یزدانی که البته به ایشون خیلی کمک کردن، ولی من میخوام تأکید بیشتر روی این جوانان و دانشجویانی بگذارم که چه در گستره محدود خود من و چه در اینجا به نظر میرسه که کارهای عملی این کنفرانس رو پیش میبرند و بعضی از ما آگاه هستیم که چقدر این گونه اهتمام ها به کار ایشان وابسته است. به هر حال بسیار سپاسگزارم از فرصتی که من داده شده. ضمناً در طول ماهایی که من در موضوعی که از من خواسته شده بود و خود من هم کنجکاو بودم دربارش تحقیق بکنم داشتم کار میکردم، دوستان بسیاری به من یاری رسوندن، چه با تألیفاتی که از پیش داشتن و ارائه کرده بودند و من یا خونده بودم یا میبایست بخوانم، و چه با مکاتبات و مراودات و تبادل پیام‌های الکترونیکی که با من داشتن. خیلی میل دارم از آقای دکتر کاویان میلانی سپاسگزاری بکنم که در مواردی منو با موردهای مشخص تخریب آشنا کردند، و آقای ایریج ایمن که به نظر میسه امانتش به دوی یکی از افرادی هستند که حافظه تاریخی این آزار و این تخریب ها رو در ذهن خودشون حمل میکنن. کتاب آقای دکتر موجان مؤمن برای من بسیار راهگشا بود، و البته مهمتر از همه کتاب اخیری که آقای دکتر فریدون بهمن نوشتند، 160 سال مبارزه با دیانت بهایی، که به راستی به نظر من اهمیت ویژه‌ای داره، نه از نظر جرفایی که با این موضوع برخورد میکنه در اون جرفا، ولی از نظر اینکه بسیار تحلیلی و روشمند برخورد کردند با موارد خیلی مشخص و پرسش هایی که در ذهن هر ایرانی و هر کسی که مربوط باشه و کنجکاوی داشته باشه در این موضوع برخورد میکنه، و پاسخهایی بسیاری رو من خودم در جزئیات آزار و تخریب بهائیان در ایران از کتاب ایشون آموختم. به هر حال بسیار سپاسگزارم از لطف همه این دوستان و دیگرانی که لطف کردند و منو یاری کردند در این قضیه. مسئله تخریب اماکن مذهبی و ایذا و آزار باورمندان به یک نظام عقیدتی، همینطور که هر دو دوستی که پیش از من سخنرانی کردن، آقای دکتر محمد توکلی ترقی و آقای دکتر عباس امانت، اشاره کردن، نوعی از ضعیف آزاری است. ولی باید دید چرا این شکل مشخص رو به خودش صورت میگیره. تخریب یعنی در حقیقت در هم کوبیدن بنایی یا ساختمانی مشخص و مرئی و قابل رؤیت، یکی از جنبه‌های خیلی بصری و دارای افه بصری یا اثر بصری این ایذا و آزار است. من در کاوش‌های نظری که برای خودم کردم و خیلی مختصر ارائه میدم اینجا، به این نتیجه رسیدم که دست کم دو جنبه داره این تخریب. یکی جنبه است که همینطور که آقای دکتر امانت اشاره کردند، قوی تر بودن منو در برابر توی دیگری نشان میدن، یعنی من توانمندم و تو ناتوان هستی، و از این نظر شاید بشه شباهت هایی بین تخریب و تجاوز جنسی دید. همچنانی که تجاوز جنسی به یک زن، فرض کنیم اسیر جنگی یا کسی که مغلوب یک مبارزه قرار گرفته، فراسوی خود اون شخص پیامی هم هست در جامعه مردسالار به حامیان و حفاظت کنندگان اون زن، شوهری، برادری، پدری، فرزندی، کسی که من به تو نشان میدم که تو ناتوانی از حفاظت، از گرفتن این موجود مثلا ضعیفتر در کنف حمایت خودت. از همین نظر من میگم تخریب دست کم یکی از انگیزه هاش میتونه این باشه که مثلا در این مورد فرض کنیم شیعیان متعصب نشان میدهند که تخریب یک بنای بابی یا بهایی یا
تقدس زدایی از سنگ قبری یا گوری یا اینها نشان میده به این اقلیت مذهبی که اینها ناگزیر از اطاعتند و خودشون این توانایی رو ندارند که از مقدسات خودشون دفاع بکنن. این یک مورد تخریب هست. مورد دیگرش البته موضوعی است که به گستردگی و در حقیقت میشه گفت به نوعی به آزاری برمیگرده که به شکلی میخواد که نشان بده که تو نمیتوانی کار خودت رو پیش ببری، ولی عملا میبینیم و دیده ایم در مورد بابیان و بهایان ایران که هر تخریبی باعث نوعی از سازندگی شده که قابل تخریب به آن آسانی دست کم نیست. و این خیلی مهمه که در تاریخ مبارزه ضد مذاهب مختلف ما همیشه میبینیم یک رویارویی فیزیکی رو در برابر یک نظام ایمانی و ایقانی و نظام عقیدتی که خودش رو به گونه دیگر و در سطحی دیگر و در لایه‌ای شاید درونی تر حفظ میکنه. به هر حال در این حال این رو هم باید گفت درباره تخریب‌ها که تخریب‌هایی که باورمندان به دیانت بهایی با اون روبرو بودند در ایران 165 یا 150 سال گذشته، نه اینها رو میشه ویرانگرترین نوع تخریب جهان دانست. جهان تخریب بسیار دیده است و دامنه تخریب در خلال همین 30 چند سال هم در ایران بسیار وسیع بوده و ژرفای‌های بیشتری هم پیدا کرده. ولی اگر به تاریخ برگردیم، از ویران کردن معبد سومنات توسط سلطان محمود غزنوی بگیرید تا سوزاندن درهای حرمهای مختلف شیعیان توسط وهابیون تا به توپ بستن بوداهای بامیان تا حتی حادثه 11 سپتامبر 2001 تا مواردی بسیاری میبینیم که امهای فیزیکی نوعی اعلام مبارزه علنی هم هست. و مثلا یکی از موارد مشخصش که در طول زمان هم داره پیش میره تخریب هایی است که همکنون صهیونیست های افراطی در کرانه باختری رود اردن و سرزمین های فلسطینی دارند با حمایت مستقیم یا غیر مستقیم دولت کنونی اسرائیل پیش میبرند علیه هویت فلسطینیان. و اینها همه البته نشان میدهد، یا مثلا مورد مشخصی که این روزها ذهن من رو به خودش جلب کرد، دو مورد مشخص، یکی تخریب مسجد ببری در بمبئی هند هست در سال 1992 که عواقب قانونی و حقوقیش تازه این روزها داره در میاد به صورت موضع‌هایی که دولت هند در برابر این تخریب ناروا به خودش میگیره. و همینطور البته تخریب‌هایی که شاید باید گفت در بدون اطلاع، بدون کنجکاوی جهانی داره در سودان شکل میگیره در مبارزه میان مسلمانان و مسیحیان. بنابراین تخریب از فراوان داشته ایم در تاریخ و مورد تخریب ساختمان‌های بابیان و بهایان در ایران موردی است که اگرچه برای ما بسیار قابل تأمله، ولی میشه گفت بخشی از شدیدترین و ویرانگرترین این تخریب‌ها نبوده است. با این همه باز یادآوری هر کدام از این موارد عینی تخریب‌های مذهبی میتونه مثل مصادیق جنگ‌های برادرکشی یا جنگ‌های داخلی خصلت‌های ویژه خودش رو به منصه ظهور برسونه و این بسیار مهم است در هر پژوهشی که ما این خصلت‌ها رو بشناسیم و بپرسیم، چرا که میتوان و باید پرسید که ریشه های روانی این گونه مشخص از مبارزات عقیدتی چیست؟ دامنه آن تا کجا گسترده است و برای رویارویی با این پدیده مخرب چه میتوان کرد؟ بنابراین من به سهم خودم از این نظر با تئوری آغاز کردم و با نوعی برخورد با شدت و حدت عملیات که در پیش روی خود می دیدم و می خواندم درباره شون در کتاب هایی که دوستان نوشتن و ذکر کردن، و در این مورد فکر کردم مرور مشخصی از این دیدگاه
به موارد مشخص تخریب در ایران، تخریب علیه دیانت بهایی میتونه مهم باشه برای ما. من اگر بتونم این پاورپوینت پریزنتیشن رو که تهیه کردم برای شما به کار بیاندازم. ما اینجا کامپیوتری که داشتیم فلش هایی داشت که ما میزدیم به سمت پایین و میرفت به سلاید بعدی. دوستی که به من کمک کردن کجا هستن؟ اینجا تشریف دارن؟ آها خیلی بسیار، پس من باید برم سلاید بعدی. کیبورد هست اینجا؟ این کنار؟ متشکرم، خیلی ممنونم، ببخشید این تعلل رو. عرضم به حضورتون تخریب اماکن در بهایی در ایران، من تا اون جایی که میدونستم، خیلی دانشم محدود بود در این زمینه، به کمک دوستان اندکی بیشترش کردم، ولی باز هم همچنان ناگزیر باید گزینشی بکنیم از این همه تخریب ها. دو موردی که دو بعدی که در راستای اون دو بود من خودم تونستم دانش خودم رو بیشتر بکنم، یکی این بود که ما بیشتر تخریب بناهای عمده رو در نظر میگیریم. حضیرت القدس تهران، خانه سید علی محمد باب، اینها خب تخریب هایی است که به نظر ما میرسه، به گوش میشنویم، به چشم شاید میبینیم و اینها تخریب های نمایان تره، ولی نوعی تخریب بوده است در تاریخ مبارزه شیعیان متعصب با بهایان که شاید از نظر دیگران اونچنان که باید دیده نشده و پنهان مونده. مثلا فرض کنید تخریب‌های روستایی. تخریب روستای ماهفروزک در مازندران در سال‌های 1876 و 78 از موارد مشخص چنین تخریبی است. متأسفانه عکسی یا نیست از روستای ماهفروزک یا من به دست نیاوردم، بنابراین به یک عکس کلی، به یک تصویر کلی اکتفا کردم، ولی میخوام این رو خدمتتون بگم که آقای دکتر موجان مؤمن در کتاب خودشون شرح مبسوطی درباره این تخریب مشخص گفتن و آقای دکتر فریدون بهمن خیلی سخاوتمندانه در یک پانویس بسیار مبسوط این داستان رو بازگو کردن، که داستان ملا علی جان ماه فروزکی است که به ترتیبی، و من هنوز نمیدونم دقایق این ترتیب چطور است، در سال 1876 شاید توسط رسیدن بعضی از الواح بهاءالله به ایران و به مازندران آشنا میشه با این دیانت، و خب چون خودش طلبه‌ای بوده و شیخی بوده و مقام اجتهاد داشته است، کم کم میگره به این مذهب و همه روستاییان رو حدود 400 نفر میگروانه به این مذهب، و بعد به روستاهای اطراف نشأت میکنه این تغییر دین، و در اونجاست که دولت متوجه میشه و بعد داستان خیلی جالبی داره که چگونه برخورد میکنه دولت، و مثلا ناصرالدین شاه وقتی که میخواد دیگه تکلیف نهایی دولت رو با ماه فروزکی ها تعیین بکنه، صدور حکم رو خودش انجام نمیده، بلکه به یکی از شیوخ تهران، به یکی از مجتهدان تهران وام میگذاره و در حقیقت حکم شرعی میگیرن برای اعدام ملا علی جان ماه فروزکی. ولی همسر او تا دهه ها بعد در اطراف و اکناف به روشنگری میپردازه و کسانی رو دعوت میکنه به این دین، و این دعوت در جاهای اجابت میشه، و همینطور که میبینیم نوعی تخریب به نوعی تبلیغ تبدیل میشه. و من در این مطالعه خودم به این نتیجه رسیدم که براستی بابیان و بهایان در طول این 160 سال رفته رفته نام خودشون و آیین خودشون رو بر خشت خشت و سنگ سنگ بناهای تخریب شده درج کردن و نشاندن، و از این نظر میشه گفت این تخریب ها کاملا بیهوده و بیثمر بوده است. خاطرات مورد دیگر، خاطرات حاجی سیاه که البته خیلی از ما باش آشنایی داریم، و در چند مورد به تخریب های بناهای
بهایی اشاره میکنه. یکی همون وقتی است که برمیگرده به شهر و دیار خودش نراق و میگه نراق آن نیست که من دیده بودم، و بعد شرح مبسوطی داره. من برای سخنرانی مفصل‌تر آماده کرده بودم که بخشای از اینها رو برای شما بخونم، البته فرصت نخواهد شد و این رو به روزگار دیگری یا به خودتون واگذار باید بکنم که ببینید که در جای جای خاطر نویسی و ادبیات قرن اواخر قرن 19 و تمام قرن 20 و اوایل قرن 21 درج هست این گونه تخریب. واقعه یزد که ما بیشتر به صورت در تاریخ شهدای یزد مالمیری میخونیم، ویرانی چند روستا و از همه مهمتر روستای منشاد رو هم در بر گرفت و این روستا ویران شد و شرح جنایت های اون رو نوشتن و به دو زبان فارسی و انگلیسی موجود هست که من فکر شاید به زبانهای دیگر هم، من فکر میکنم بخشی از وظیفه ماست که همه اینها رو بخونید. باز در برابر این تخریب ها بناهایی است که اولین اونها مشرق الازکار عشق‌آباد است، تاریخچه ویژه خودش رو داره. در 1908 بهائیانی که طرد شدند از ایران بالاخره به ترکمنستان خودشون رو میرسونن و در روسیه در عشق‌آباد اولین مشرق الازکار خودشون رو میسازن. این مشرق الازکار در سال 1938 عنوان بخشی از برنامه روسیفیکاسیون استالین به یک مرکز فرهنگی تبدیل میشه و بعد هم در زلزله‌ای 10 سال 15 سال بعدش ویران میشه، ولی اولین ساختمان است در خارج از ایران و اولین سرریزی نمایان و مرئی مذهب بهایی در خارج از مرزهای سرزمینی که در اون رشد کرده. آتش زدن حدیقت الرحمن آباده حدیث مفصلی داره. یکی از چیزهایی که من متوجه شدم در این خوندن این تاریخ‌ها این است که چقدر بهاییان به ویژه در بازگفتن ستمی که بر خودشون رفته به رشد و باروری تاریخ محلی به عنوان یک ژانر تاریخی در ایران کمک کردند. درباره اردکان، آباده، بسیاری از شهرهای ایران از دیدگاه اینکه برخورد شیعیان متعصب با بهائیان چگونه بوده است روشنگری میشه درباره تاریخ اون شهر و اون تاریخ‌های شهر، میدونیم تاریخ‌های محلی مقام خودشون رو دارن در تاریخ ملی هر کشوری. در سنگسر، مایامی، انارک و شاهرود آقای دکتر بهمن در کتاب خودشون نقل میکنن که چه اتفاقاتی افتاد در این دیگه در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم هست، بعد از استعفای رضا شاه. در دوران رضا شاه ما نمونه هایی از تخریب رو داریم، منتها نمونه های شاید باید گفت ظریف تری است. یعنی مثلا در مورد اتفاق میفته که زمین هایی رو بهایان خریدن و میخوان در اونجا تأسیسات خودشون رو بنا بکنن، خبر به شاه میرسه و این زمین ها اتفاقا در کنار جایی بوده است که او برای بنا کردن قصر جدیدی برای خودش در نظر داشته و این رو به عنوان زمین ها رو میگیره و پیوند میزنه به قصر خودش و به این ترتیب نوعی قصر به شکل گرفتن زمین و ادغام اون در زمین دیگری که قراره که قصر شاه بشه برگزار میشه. خیلی وقتها جاده کشی، تعریض جاده ها باعث میشه که هر جای ممکن هست بناهایی از بهایان رو بگیرند و از دست اونها در بیارند و به کار خودشون. تخریب باغ ها، خرمن سوزی ها و حتی سوختن چارپایان باربر، الاغ و یابو و اسب، اینها رو می سوزوندن و یکی از موارد نشان دادن تقدس در بین بعضی از شیعیان متاسفانه ناآگاه این بوده است که نفت و بنزین هدیه می کردن برای این کار، برای ایجاد حریق های عمدی در بناهای بهایی. مورد خیلی معروف حضرت القدس تهران رو میدونیم. البته حضرت القدس تهران تخریب نشد، گنبدش رو ویران کردن و بعد تبدیلش کردن به بنای اداری و این بنا بود تا بعد از انقلاب ایران، و بعد از انقلاب ایران بود که این بنا به اشغال جمهوری اسلامی درآمد و هم الان هم به عنوان یکی از بناهای موجود هست و به کار تبلیغ سیاست های مذهبی جمهوری اسلامی ایران میخوره. این بنا
البته بخشی از تاریخ کل مملکت ایران هم هست، به دلیل اینکه آقای محمد تقی فلسفی که دیدم در برنامه هم عکسش پشت جلد کتابچه برنامه هست، آقای محمد تقی فلسفی نقش بسیار مهم می داشته. از شایسته ذکر همینطور که آقای دکتر بهمن در کتابشون میگن که در یک مورد وقتی که دکتر محمد مصدق روانشاد رهبر ملی ایران نخست وزیر میشه، آقای محمد تقی فلسفی ابتدا کوشش میکنه که از طریق او هم مجوزی بگیره برای مبارزه با بهایان، و وقتی که این رو به هر زبانی که میدونسته به نخست وزیر منتخب مردم ایران میگه، او میگوید برای من مسلمان و بهایی یکی هستند، همه شهروندان ایران هستند، لابد میگه اتباع ایران هستند و من نخست وزیر همه مملکت ایران هستم. این حرف رو هیچ کس دیگری در تاریخ سیاسی ایران، هیچ مقام سیاسی دیگری من ندیدم که زده باشه. باز آقای دکتر فریدون بهمن هرمزک، حصار و سخوید رو نقل میکنن که من متاسفانه عکسی از اینجاها پیدا نکردم، ولی قضیه سعدی و بویراحمد رو که در جاهای مختلف آمده و ایشون هم به اختصار نقل کردن، ماجرای غریبی است از این که این سعدی ضمناً بنای آرامگاه شیخ مصلح الدین سعدی نیست، بلکه قریه ایست در کنار شیراز که امروز مثل اینکه بخشی از شیراز شده به دلیل گسترش شهر، ولی منجر میشه به اینکه پناهندگان سعدی و بویراحمد رو در میان در زمین‌های ایلات بختیاری و قشقایی اسکان بدن، و اینها پناهندگانی بودند که تا مدت‌ها در زیر چادر زندگی می‌کردند و دیگه در این حادثه چه ستمهایی بر اونها رفته باشه جای تأمل داره و جای مطالعه پژوهشگرانه داره. خانه سید علی محمد باب در شیراز البته یکی از بناهای عزیز بابیان و بهایان هست و بهایان به خصوص در طول این 40-50 سال گذشته این خانه رو مثل نگین الماسی در میان گرفتن و در اطرافش ساختمان‌های دیگری کردن که این خانه از بیرون نمایان نباشه و به چشم کسانی که میخوان این خانه رو ویران کنن نیاد، ولی بالاخره اندکی بعد از انقلاب ویرانی این خانه آغاز شد و خانه های اطرافش همه ویران شد و بر روی اون بنای مهدیه‌ای ایجاد شد، خانه بیت المهدی. بیت المهدی شیراز الان در زمینی بنا شده که پیش از اون خانه سید علی محمد باب، میبینید اینجا در یک به صورت دایره تنظیم کردن که در بیت المهدی نو ساخته شیراز خانه سید علی محمد باب در کجا قرار داره، و این امها یکی از شاید باید گفت قباورترین امهاهای تاریخی باشه برای بهایان و برای همه ایرانیان و اونهایی که به حضور سید علی محمد باب حتی اگر به مذهب او اعتقاد ندارن، حضور او رو نوعی حضوری بیدار کننده میدونند و به عنوان یک مصلح اجتماعی برای او احترام قائلند. این باز تصویری از تخریب خانه باب، چند تصویر می‌بینید اینجا مؤمنان با تیشه و تبر به جان ساختمان افتادند به این امید که البته اجر اخروی خودشون رو بگیرن، و این یکی از موارد مشخصی بود که من فکر کردم باید بیشتر روش متمرکز شد و اهمیت هم عینی و هم عقیدتی این رو برای هممیهنان بهاییمون بیشتر کاوید و دید که چه حالتی به اونها باید دست داده باشه. خانه بهاءالله هم در شیراز ویران شد. مصادره خانه بهاءالله در تاکور مازندران به شکلی میتوان گفت یکی از تخریب هایی بود که یکی از بناهای تاریخی ایران رو ویران کرد، و در مصادره بیمارستان میثاقیه که واقعا حادثه جالبی است. حالا مصادره تخریب نیست، ولی به هر حال نوعی نامگردانی است و نوعی ایجاد تملک جدید. همه ما داستان پزشکان بهایی خدمتگزار رو شنیدیم که چطور زندگی هاشون به خاتمه یافت، دکتر سلیمان برجیش در سال 1328 در کاشان و پروفسور منوچهر حکیم در استاد دانشگاه تهران و پزشک شهیر که مؤسس بیمارستان میثاقیه بود، و این بیمارستان وقتی که مصادره شد البته بعد از کشتن خود ایشون بود و
به شکلی می شود گفت یکی از پیشروترین و مهمترین نهادهای پزشکی در ایران از بین رفت و بسیاری از کسانی که با بضاعت کم می تونستن به یکی از مهمترین مراکز پزشکی کشور رجوع بکنند و در اونجا درمان خود رو بجویند از دست دادند. یکی از مواردی که آقای دکتر کاویان میلانی منو آگاه کردند بهش، حریق‌های عمدی بوده است که در کارگاه‌های متعلق به بهائیان ایجاد می‌کردند شیعیان متعصب، و در اینجا مورد رفسنجان است در سال 1981 که در چند سطر صاحب این مغازه یا کسی که شاهد این بوده حکایت جالبی رو میگه. میگه دوست بسیار عزیز، الله و ابها، ساعت 3 بامداد امروز 12 دی برای سومین بار مغازه تعمیر لوازم خانگی آقای ایرج پاینده به آتش کشیده شد. آتش افروزان ورق آهنی را که ایشان برای پیشگیری پشت درب مغازه انداخته بود کج نموده و شلنگی از آن عبور می‌دهند و از طریق آن مواد آتش‌زا به داخل مغازه ریخته و نیت خود را عملی می‌کنند. میزان خسارت این بار بیش از 2 حریق قبل است. 2 لباس‌شویی و 2 یخچال طعمه حریق می‌شود. درب مغازه و سیمکشی برق مغازه خسارت می‌بیند و دیوارها، سقف و کلیه لوازم خانگی داخل مغازه به طور کامل دچار دوده گرفتگی می شود و بلوک های سقف به دلیل حرارت بالای حریق خسارت دیدند. همچنین شب گذشته نامه‌ای تحت عنوان اخطاریه و تعهدنامه به منزل حدود 20 نفر از احبا انداخته شد که به پیوست تقدیم می گردد. ظهر امروز جلسه مشورتی در این خصوص تشکیل شد و مقرر شد خانواده ها تشویق شوند در خصوص این نامه تهدیدآمیز مراجعات متنوعی را مسئولین امور داشته باشند. البته این تشویق دستگاه اداری و مذهبی بهائیان به اینکه مکاتبه بکنند با مسئولان بخشی از یک سنت دیرپاست که از زمانی که بهاءالله حکم خودشون رو صادر کردند درباره اینکه باید همه تظلم ها به صورتی شکل بگیره که به خود مسئولان سیاسی یا اداری یک مملکت باشه ادامه یافته، و من خودم در این مورد با این معضل روبرو هستم که این امر آیا مقاومت بهائیان رو در خصوص دفاع از هستی و هویت خودشون در مقایسه مثلا با مبارزات مسالمت آمیز یا نافرمانی مدنی که از سنت تارو آمده تا تولستوی تا گاندی و مندلا و دیگران به چه صورتی قرار میگیره. آیا مثلا میتوان گفت از نظر تاریخی که بهائیان بیش از حد لازم تظلم کرده اند فقط و به تظلم اکتفا کردن، آیا نوعی از مقاومت هست که به صورتی بارزتر میتونه خودش رو جلوه بده؟ من به عنوان یک دانشجو و شاگرد تاریخ ایران در این مورد کنجکاوی هایی دارم که البته امیدوارم دوستان با اونها برخورد بکنن در این کنفرانس. آرامگاه قدوس در بابل در سال 2004 ویران شد و این تصویرهای از این ویرانی است. من این موضوع دسکریشن یا در حقیقت تخریب آرامگاه ها رو چون دیدم دوست عزیزم آقای دکتر مهداد امانت بررسی میکنن دیگه از اونها پرهیز کردم و همینطور برای اختصار در کلام، منزل میرزا بزرگ پدر بهاءالله که هیچ نقشی در پیدایش آیین بابی و بهایی نداشته است و فقط پدر کودکی بوده است که بعدن شده است بهاءالله، او هم غرامت این رو پرداخت و به این ترتیب منزل او هم در مازندران ویران شد و تخریب شد. و سرانجام روستای ایول هست که این روزها در اینترنت خیلی خبرش هست. حدود 30 سالی هست که روستای ایول مرتب در معرض تهدید به ویرانی قرار گرفته و در این حال که مقاومت هایی هم میکنن خسارات بسیاری به این روستا وارد شده. و این که من با روستای ماهفروزک شروع کردم و با روستای ایول تمام میکنم به این دلیل است که بیشتر توجه رو جلب بکنم به اینکه تخریب فقط تخریب های نمایان و بر ساختمان وارد شده بر ساختمان های خیلی مشخص و خیلی نامدار نیست، بلکه نوعی از تخریب است که واقعا افراد عادی رو از هستی ساقط میکنه. همه این کسانی که خانه هاشون تخریب شده سرانجام به کجا باید پناه بیارن و چه باید بکنن؟ بنابراین من صحبت خودم رو با یکی دو موردی
پایان میدم که میل دارم با شما در میان بگذارم. من فکر میکنم که به تصریح و تلویح سران شیعه تخریب هایی که توسط و به فرمان اینها اعمال میشه واقعا به صورتی در نهایت همونطور که آقای دکتر امانت هم اشاره کردن ضعف تاریخی خود اینها رو نشون میده که در برابر قدرت های خارجی توان مقاومت و تثبیت هویت ملتی و مذهبی و فرهنگی رو که به شکلی فعلا قاعدتا باید متولیان و محافظان اون باشن ندارن و در نتیجه در از طریق ضعیف کشی میخوان توانی کاذب برای خودشون دست و پا کنن، وگرنه به هیچ شکل دیگر این تعب آفرینی رو که امروز دولت جمهوری اسلامی ایران برای بهائیان ایجاد کرده واقعا این فشردگی و این ژرفای این رو نمیشه تعبیر کرد. از آخرین نکته ای که میخوام بهتون بگم، دارم کوشش میکنم آقای دکتر توکلی که کار به اختیار اینها نکشه، آخرین نکته این نکته خطاب به همه جمع حاضر و به ویژه دوستان بهایی خودم هست و بیان حدیثی است و بر زبان آوردن آرزویی صمیمانه. همینطور که گفتم به نظر من هر یک از عملیات تخریبی که برشمردم و شما به چشم خودتون دیده اید و به گوش خودتون شنیده اید و دربارش تأمل کرده اید میشه گفت به شکلی بر بدنه فکری است که میتوانست جامعه ایران و جامعه مسلمان و نسل‌های آتی انسان رو به مرحله تکامل یافته‌ای ارتقا بده. در این تردیدی من ندارم. شما میتوانید و باید هر مشرق الاذکاری رو که در خارج از مرزهای ایران برپا شده، هر محفل و مجمعی که رو که صدها هزار پاسخ که در صدها هزار هزاران پاسخ بر ویرانی ها و خرابی هایی که قشریون متعصب بر پیکر مشهود آیین شما وارد کرده اند بدانید. سنگ ها و خشت های ماه فروزک و منشاد، سنگسر و شاهرود ایول آباده و ابرقو نام بابیان و بهایان را در دل خود حمل خواهند کرد و نشانه های صامت هویت هزاران قربانی جنایات ناشی از تعصبات مذهبی خواهند بود. و اما شما می توانید همان فکری را که به صورت نصیحتی مشفقانه به دوستان و فرزندان خود می سپارید به نیروی نهفته در جان بشر به ودیعه بگذارید که این کار را با حضور قاطع خود در مجامع بین المللی و دفاع از حق ابراز عقیده خود می کنید. آنچه باقی می ماند این است که فردی مثل من به عنوان یک غیر بهایی این سخن را با شما در میان بگذارم که همه مذاهب کلیه دینها و دیانتها مقدساتی دارند که فراسوی پرسشگری این آن و گویی مسون از تعرض عقل و خرد انسانی در نظر می آید و چنین است که ارتدوکسی های مذهبی در گذر زمان شکل می گیرند و رفته رفته بران مقدسات چیزهایی می افزایند تا آنجا که دیگر جایی برای ابراز عقیدهی متفاوت، برای هترودوکسی، برای دیگر اندیشی باقی نمی ماند. نمونه های موجود این گونه ارتدوکسی ها را امروز در جمهوری اسلامی ایران، در حکومت آل سعود و در اندیشه و در اندیشه کسان و البته در جای جای در اندیشه طالبانی و البته در جای جای اصولگرای یهودیت و مسیحیت و اسلام میتوان دید و نمود. امید من این است که بهایان قرن 21 بتوانند از بروز و ظهور این گونه ارتدوکسی پیشگیری کنند و حراس من از این که نشانه هایی از حضور و وجود این ارتدوکسی را رویاروی دستگاه در رویاروی دستگاه دینی بهائیت با پژوهشگران مستقل رأیی میبینم. راهی که به نظر من میرسد این است که آیین بهائیت و بهائیان بتوانند جنبه های متافیزیکی و آیین و ایمانی آیین خود را به گونه ای کنترل کنند که جا را بر جنبه های دیگر از این آیین که بنیاد آن بر عقل و انسانی و اندیشه آزاد استوار است تنگ نکند. بهائیت میتواند با و باید رفته رفته به آیینی این جهانی و راهی برای زندگی شاد و پرنشاط انسانهای نسلهای آینده باشد. متشکرم.